سلام استاد. سلام علیکم احوال شما خوبین؟ متشکرم. عیدتون مبارک. عید شما هم مبارک باشه. هرچند البته ما واقعا حرف و حدیث داریم، اما اگر بذار شروع کنیم، بذار برنامه شروع بشه. این چیزی که اسمشو گذاشتین عید و تبریک میگین واقعا مورد تایید ما نیست الزاما. دیگه نوروز هم مورد تایید شما نیست؟ نه آخه ببینید، من نمیفهمم مثلا حالا یه علفی یه گیاهی از توی زمین در اومده، این مگه دیگه جشن و عید و سرور داره؟ مگه ما مثلا الان نسبت جونده و چرنده و چارپاییم که بابت رویش یه علفه شادی کنیم بگیم عید شما مبارک؟ استاد، استاد سال عوض شده، 365 روز داشته بهونه کردن، عید کردن، به چی میگین عید شد شما؟ عید از نظر بنده اون روزیه که واقعا توش معصیتی انجام نشه، اون عیده. اونم عیده باشه، چه ربطی به نوروز داره؟ چرخش طبیعی فصول حالا باشه، سال نو شده، من خیلی سر در نمیارم، ولی حالا الانم استاد بهونه داریم میکنین عیدی ندیم، ما اومدیم ازتون عیدی بگیریم. چه عیدی؟ آقا الان سال نو شده، ما آلرژیک شدی، میبینی که این وضع صدای ما، این وضع بینی ما، آخه این چه تبریکی داره، این چه حال خوشی داره دیگه. مراقبت کنم، مگه من مراقبت نکردم؟ ها الان به خاطر بهار اینجوری شدی؟ بله دیگه، این گردافشانی و گلها اینجوری اثر گذاشته متاسفانه و میبینین دیگه حال روز ما. استاد بهونه نیاری عیدی ما رو بدین. عیدی واقعا؟ بله استاد. عیدی نمیخوایم بدین، تو خدا دیگه اینو دیگه نگی، حرف حدیث داریم دیگه، چون از قدیم میدادن و نیاکان ما بالاخره باش، اشکالی نداره. در سایه ایزد تبارک عید همگی. تو اینجا کارت میذاشتین معمولا؟ بعد مبارک بفرمایید. چی استاد دادی به من؟ چی؟ 10 تومنی 20 تومنی چیه این؟ کمه؟ تو درست بابا عیدی بدی؟ یه 50ی یه ترابل 50ی اقلا بدی؟ دیگه هیچی نگو، واقعا خاطرت عزیز بود. اصلا نه، کجا میارین شما؟ از کجا میاریم؟ بچه رایج مملکت دیگه عزیز کجا من. کجا بچه رایج مملکت؟ نه رده خارج هم هست. رده خارجه؟ بله. چه حرفیه شما میزنید؟ اصلا تو رو خدا دیگه اینقدر کنس شما از پدر بزرگتون چی عیدی میگرفتی؟ کودک بودی؟ اصلا اون موقعی که پدر بزرگ من این رو عیدی میداد 1.5 دلار قیمت این بود. دلار 7 تومن بود. از نظر ما کماکان ارزش این همون ارزش اون موقع است. دیگه امریکا ناتوان قیمت دلارشو کنترل بکنه، ما باید پاسخ خوب باشیم؟ والا به خدا عجیبی شما. بعدم عزیز من دندون اسب پیشکشو نمیشمرن. وای چه الان من اینو به هر کی بدم ما... فکر میکنم من رفتم مثلا یه موزه ای رو زدم چیزی رو زدم. نه ارزش نداره دیگه، کپیشون کنید. شما الانو نبین، این اسکناسو نگردارین، دو سبا دیگه ارزش تاریخی پیدا میکنه. نمیخوام دست شما درد نکنه، بزنید تو گنجینه. نمیخواید واقعا؟ چیه زشت بابا، به خدای نه زشت رفتار شماست که کیسه دوختین برای ما. یعنی چی؟ اینا همش همیناست؟ بله دیگه، بله. دندون اسب پیشکش چقدر از اینا دارین دوستا؟ یه تعدادی هست دیگه از بچگی ما. والا چاپ نمیشه دیگه. دیگه بله، خب ما میگیم که ارزش تاریخی داره، شما گوش نمیدین. ما اینجا به کیا میدین اینا رو؟ میگه آقا هر کی بیاد اینجا ما بهش از همینا میدیم عیدی. چه میدونم حالا شما باشید، اصلا وزیر امور دارایی باشه، رئیس بانک مرکزی باشه، مدیر کل فلان وزارتخونه باشه، ما همینا میان پیشتون اینا رو عیدی میگیرن. میان بالاخره یه سری میزنن به ما. هنرمندان میان؟ بله هنرمندان میان. نه یه وقت هست مثلا چه میام آقای نوید محمدزاده بیاد، اون وقت دیگه ما مثلا از اینا میگیم. خرج میکنین استاد؟ چرا از اینا بهش میدین؟ آره ایشون سلبریتیه، میتونین سوپر استار مملکته، بالاخره یه فرقی داره دیگه با بقیه. الان شما فکر کن آقای نوید محمدزاده همین امسال 1401 تا همین لحظه چقدر عیدی گرفته؟ تازه دامادم هست، چقدر گرفته؟ نمیدونم، احتمالا زیاد گرفته دیگه. میدونم چقدر گرفته خودتونم نمیدونی؟ نه نمیدونم دوستم، اون عدد عددشو خیلی دوستم، یه عدد رقم یدی اون چقدر فکر میکنی؟ نمیدونم استاد واقعا نمیدونم. ایناست اینجوری. خلاص نام کار چی هست؟ شاخ گل. چی؟ شاخ گل استاد. شاخ گل؟ گل مگه شاخ داره؟ ما گل شاخدار هم داریم پس. به هر حال گفتیم سال نو شده، یه شوخی بکنیم، یه تغییر زاغه ایجاد بشه. استاد شما شوهرم هم هستین؟ چطور مگه؟
جنس مطایبه هاتون جنس مطایبه های شوهرم ماست واقعا؟ و تو ایدام میان شیرین میکنن شوهرمه هم هستم هستین دیگه اصلا هر کسی میده شوهرمه اصلا کارت دارم. دارم کارت نشون بده کارت چی دارین دیگه؟ کارت باشگاه شوهران عمه اسمش بد نیست یه ذره شوهران عمه؟ بله یه قفلتی انجام شد تو نامگذاری اون موقع اصلاح میشه دیگه به زودی درست خواهد شد آره میشه باشگاه شوهرم مگان بابو شوهران یه کچتابی توش هست بله بله استاد بالا غیرتن تو اون باشگاه چی ببین تو اون باشگاه تلاش میشه که شوهرم ها بتونن لطیفه های بامزه و خانوادگی تعریف کنن و شوخی های بسیار جونداری رو عرضه کنن دست برداریم مگه داریم همچین چیزی داریم مثلا کارگاه برگزار میشه واقعا میره تمرین جوکستان بله 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 زشت نیست ازتون خواهش کنم یکیشو بگین یکی از اون لطیفه ها رو بگین بله یه آقای میره بقالی میگه آقا خیار شور دارین بقاله میگه بله داریم بعد یه خیار در میاد جوش میگه اینم بشورین این یکیش بود به هر حال یه همچین شکلی هم بله بله بامزه بود بازم هست اینا یکی دیگه بگین فراوونه حالا دیگه چون نوروزه و اینها ما یه دونه دیگه هم میگه شما میدونین چایی وقتی میخوان هم دیگر تشویق بکنن چی میگن نه والا نمیدونین میگن ماسالا 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 بخونم استاد بله بفرمایید خوشتون نیومد یکی دیگه بگین استاد شاید من زاغم نمیگیره بله یه دونه دیگه براتون تعریف میکنم شما ببینید ماهیا وقتی که خیلی دیگه خسته میشن اعصابشون خرد میشه چیکار میکنن نه به سطوح میان خیلی جالب بود. استاد چه جوری با مزه تعریف می‌کنی؟ خب دیگه ببین واقعا تکنیکشه دیگه. باید جوکو لو ندین. می‌دونین به اون نقطه اوجش برسونین یه دفعه اون پتک نهایی رو تق بزنید که مخاطب لذت ببره بخنده. میشه یکیشو به من. و اینکه انبانتون هم پر باشه از این جوکا دیگه. اینا رو تو ذهنتون به خاطر بسپرید. یه جا در مقام شوهرمه تو مهمونی خواستین ظاهر بشین جوک بگین کم نیارین جوک. حضور ذهن داشته باشین جوکا آماده تو ذهنتون باشه کم نیارین سریع بگید استاد من یه وقتی بیام برام توضیح بدی یادم بدین خب همه الان اصلا توضیح میدم تو خدا آره. میدین کنم بله بله, بله. میشه بهم بگین حالا عجله این نیست الزاما بخوام رو سرود کار کنم اصلا این جلسه به جوک گفتن بپردازیم شما این جوکا رو بشنو یاد بگید بالاخره یه روز شما هم شوهرمه میشی دیگه متأهلین؟ بله بله. خانمتون برادر داره؟ بله. ان شاءالله که اونام زودتر ازدواج کنن بچه دارشن که شما بشین شوهرمه تو این نقش طلایی بتونید رسالت خودتون ایفا بکنید. شما نمی‌دونید شوهرما چقدر میتونن در جامعه مثمر ثمر باشن، کانون خانواده ها رو گرم بکنن. آ بابا، بله بله. اینقدر استراتژی. بله متأسفانه غفلت شده دیگه در این عرصه. ان شاءالله که ما بتونیم جبران بله. کنیم. یه جوک دیگه بگم. بله بله بله. بله. شما می‌دونید ماهیا گفتین که میام سوتو. نه، اصلا یه کاتگوری جوک داریم فقط ماهیا هستن. آها. شما میدونید ماهیا وقتی غذاشون تموم میشه چیکار میکنن؟ نه. نمیدونین؟ سفره ماهی رو جمع میکنن. میدونید چقدر جالبه اینا؟ خیلی بامزه است. شما میدونید ماهیا به خواهرشون چی میگن؟ نمیدونم، دارن مگه؟ آره دیگه، خواهر برادر دارن دیگه. چی میگن؟ میگن آبزی. جالب بود. خیلی بامزه است. چجوری اینقدر بامزه جوک تعریف دیگه این باید بشینیم پای اون لطیفه گو دقت بکنید رمز و رموز کار یاد همش هم توضیح دادنی نیست. میشه دو تاشو بگیم من بگم. این جوکو در اختیار شما بذارم شما تعریف کنی. آره. بسیار. این چی الان؟ این دفترچه‌ای که ما لطیفه رو اونجا داریم نوشتیم. بیا. واقعا این... جدی جدی لطیفه این تو. بله بله یک دو تا شو تعریف کن ببینم. کامران فقط 70 میلیون پول برش مونده که با اون 70 میلیون پول چیکار میکنه؟ یه پراید میخره؟ من دلخان چقدر بیشعورید شما ناسلامتی من استادم آلفا آلفا دلتا پشت در مستقر باشم 3 میلیارد بهتون پول نقد آه حریمونه حالا درد این کیه؟ شما شاخه نیستا هستید؟ بفرمین برای پروستاتتون استاد یک ور میبینم آه عرض نکردم تو ور میبینی و من پیچش ور ورساچه تشریف ببرید؟ بله
خانم شما مشکلتون چیه؟ جادوگر کارگردان سید مسعود عطیابی. من دوست ندارم با وانت جای برم. خیلی سیستماتیک عمل میکنی ها. کار تخصصیه استاد علی. الان این سه تا ستاره گرفته، یعنی میدله یه جو که متوسط. و این دو چیز دیگه تو رنکینگ الان تقریبا نمره وسط تلقی میشه. بله بله، میخوام با یه دونه سه ستاره شروع کنید. همینو دیگه هم بخونم همینو. بله بخون. موشه میره داروخونه میگه مرگ من دارین. نه دیگه ببین نشد استاد، این گزاره خبری. نه جوکی که جوکو قربانی نفلش کردی اون جوکو. قشنگ نفلش کرد. شما بگید جوکو باید جون بدی بهش، زندش بکنی، تصویریش بکنی. موشه میره داروخونه میگه مرگ من داری. اینه مرگ موش بخواسته. خیلی بامزه بود دوستا. نکتهشو گرفتی؟ بله بله. حالا یه دونه دیگه امتحان کن برام. چی دیگه؟ رو سفیدمون بکنی ها. سعی میکنم استاد. تمرکز کن. جوکن اینا، همشون جوکن دیگه. بله. یارو میره مغازه میگه کش دارین؟ میگه نه. میگه ببخشید. بده من. تو واقعا نه جوکن؟ عزیز من بهت گفتم تصویری بکن جوک رو، زندش بکن. داری همینجور نفله میکنی جوکا رو. شما بگیم من بلا من استعدادشون. ببین طرف میره مغازه میگه آقا کش دارین؟ فروشنده میگه نه نداریم. میگه خیلی ممنون، ببخشید. می‌بینی؟ خیلی باوز جوکای چیزی هم هست، سالمی هن اینا همشون. خب یه جوکی نمیتونم بگم بشش، از خانوادگی نیست. ای واقعا دست پاهمون بسته است. سب کن ببینم بیشه. آه یه جوک دیگه از این چهار صدا، اینم خوبه. بعدیسه بگیم استاد. یه چالش چیوس؟ من جوک میگم شما سعی کن نخندی. ببین چقدر میتونی خودتو کنترل کنی. خیلی سخته. بعد شما جوک بگو من سعی کنم خودم کنترل کنم نخندم. من به اندازه شما بلد نیستم جوک بگم. چرا؟ چرا یاد میگیری؟ مثل این برنامه جوکر بشه. کی زودتر خندی؟ باش. موافقی؟ باش. خیلی. من نخندم الان. باید سعی کنی نخندی. شما میدونین چرا لاک پشت نماز نمیخونن؟ نه است. نمیدونین؟ چیکار میکنی؟ میخوام نخندم. نه نه این تقلب. درست دیگه. نه دیگه این تقلب. دست بنداز پایین. خندم میگیرم. دست بنداز پایین. لاک پشت نماز نمیخوان چون لاک دارن. حالا نوبت توئه. آفرین خوب کنترل کردی. من میتونم جوک نگم استاد. جوک نگی. یه کار دیگه بکنم. چیکار میخوای بکنی؟ من صدا قلیون در میارم. صدا قلیون. استاد تقلب الان. این برای شما تقلبه، برای ما که استادیم تقلب نیست. آره انگشتم خسته شد خواستم تکی بدم به اینجا. من صدا در بیارم. بله بله بفهم. آف چی؟ بکشیم بکشیم. استاد خندید. چقدر خوب بود صدا. البته قلیون سر کنی نکشین. استاد الان باختین ها. بله بله باش. چرا یه دفعه؟ نه مضره دیگه. قلیون دروازه ورود به مواد مخدر دیگه. آره. استاد داریم بازی میکنیم دیگه. چند نصیحت. اصلا هر وعدش معادل نزدیک 30-40 نخ سیگاره. استاد ول کن. بازی یه جوک دیگه بگین شما. یه جوک دیگه. من نخندم. آه خب. میگه که یه هزار پایی از روی درخت میفته پایین. میگه آخ پام آخ پام آخ پام آخ پام آخ پام. هزار تا میگه آخ پام. هزار تا میگه آخ پام آخ پام آخ پام. بس دیگه آخ پام آخ پام آخ پام. هزار تا پا داشتید آخ پام. اصلا من باید یه هوایی بخورم. برو یه چرخی بزن، یه تنفسی بکش، بیا بخور. آخ پام آخ پام. بسه دیگه استاد. آخ پام آخ پام. سه دو یک.
شما از پدر بزرگتون چی عیدی میگرفتین؟ اون موقع آقا، اون موقعی که پدر بزرگ من عیدی میدادین یه دلار و نیم قیمتش دیگه. عزیز من، آمریکا ناتوان قیمت دلارشو کنترل بکنه، ما باید پاسخگو باشیم. خب نام کار چی هست؟ شاخ گل است. چی؟ شاخ گل. شاخ گل؟ گل مگه شاخ داره؟ ها گل شاخدار داری؟ گفتیم برات گل باشه. شاخ گل؟ گل مگه شاخ داره؟ ما گل شاخدار داریم؟ به هر حال گفتیم سال نو شد یه شوخی بکنیم، یه تغییر زاغه ایجاد بشه. استاد شما شوهر عمه هم هستین؟ چطور مگه؟ جنس مطایبه هاتون جنس مطایبه های شوهر عمه هست. واقعا؟ من تو عیدام میاد شیرین میکنن. شوهر عمه هم هستم. واقعا؟ کارت دارم استاد. تعریف کنم براتون؟ زحمت میکشم. یه آقای میره بقالی، یه آقای میره بقالی میگه آقا خیارشور دارین؟ بقاله میگه بله داریم. بعد یه خیار در میاد میگه اینم بشورین. این یکیش بود. بله. یکی دیگه میخواین تعریف کنم؟ یکی دیگه هم چون میدونین چایی ها وقتی میخوان همدیگر تشویق بکنن چی میگن؟ چی میگن؟ ماسالا ماسالا. ماسالا 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 ماسالا. این چقدر جالب بود؟ خیلی پامزه. خیلی بخونم ترانه رو. دوستان میخوایی یک کاری کنی؟ چیکار کنی؟ هر کی نخندید. باش باش، هر کی نخند. من جوک میگم شما نخند، شما جوک بگو من نخند. جوک میگیم برای نخندیدن. بله اسکلیم. من نخندم الان؟ باید سعی کنی نخندی. شما میدین چرا لایک پشتا؟ زود میشه من جوک نگم یک کار دیگه بکنم؟ بکنم یک کار دیگه. صدا قیلیون در میارم. صدا قیلیون در.